فصل نوزده نامه کالوین بروس شبان کلیسای ناسارت شیکاگو به فیلیپ آ کاکستن در نیویورک آقای کاکستن گرامی الان شب دوشنبه و دیر وقت است ولی به قدری تحت تاثیر چیزهایی که در اینجا دیدم و شنیدم واقع شدم که مجبورم شرحی درباره وضعیت شهر رایموند به طوری که آن را بررسی نمودم و امروز وضعیت آن به نهایت درجه شدت خود رسیده است بیان کنم. اگر نامه من در این باره زیاد طولانی شود، خواهش مندم که معذورم دارید. شما لابوت هاری مکسور را که در مدرسه دینی با ما هم کلاس بود به خاطر دارید. گمان می کنم شما در آخرین باری که با من در نیویورک ملاقات نمودید اظهار کردید که او را از وقتی که فارق و تحصیل شده تا به حال ندیده اید. چنان که به خاطر دارید او شخص ظریف تب و باهوشی بود و موقعی که یک سال بعد از فارق و تحصیل شدن او را به خدمت در رایمون دعوت کردند. من به خانم خود گفتم که اهالی شهر رایمون کشیش خوبی انتخاب کردند. و مکزول احتیاج آنها را از حیث راهنمایی دینی برطرف خواهد کرد. او قریب به یازده سال در این شهر مقیم بوده است و به قرار معلوم تا یک سال قبل به کارهای معمولی خود ادامه می داده است و اعضای کلیسای خود را راضی نگاه می داشته است. کلیسای او بزرگترین و ثروتمندترین کلیساهای رایمون محسوب می شود. بهترین اهالی شهر در این کلیسا حضور مییابند و عضو آن هستند دسته ی آواز چهار نفری این کلیسا همیشه معروف بوده است مخصوصا آواز راشل وینسلو که بعد راجع به او شهر بیشتری خواهم نوشت به طور کلی چنان که معلوم است هاری مکسول زندگی آرام و آسوده‌ای داشته و حقوق مناسب و محیط خوبی را نیز دارد و کلیسای او طوری بوده است که مورد آرزوی اغلب دانشجویان جوان است که دوره تعلیمات دینی را طی می کنند. ولی یک سال قبل در چنین روزی مکزول به کلیسای خود آمد و در آخر وضع او طوری اعضای کلیسا تحت تاثیر سخنان او واقع شدند که عده بسیاری عهد و پیمان کردند که تا مدت یک سال قبل از انجام دادن هر کار از خود بپرسند اگر مسیح به جای من بود چه میکرد و پس از دادن جواب این سوال بدون در نظر گرفتن نفع و ضرر خود کاری را که مطابق قضاوت بیطرفانه آنها مسیح خواهد کرد به انجام رساند. اثرات این عهد و پیمان که توسط بسیاری از اعضای کلیسا رعایت شده است به قدری قابل توجه است که چنانچه میدانید نظر کلیه اهالی کشور به این نهضت جلب شده است من از این جهت آن را نهضت می نامم که احتمال دارد اقداماتی که در اینجا به عمل آمده است به تمام کلیساها توسعه پیدا کند و در طرز پیروی از مسیح تحول بزرگی به وجود بیاورد. هاری مکسول به من می گوید که در وحله اول از اجابت اعضای کلیسا متعجب گردیده بود. بعضی از برجسته ترین اعضای کلیسا فوراً قول دادند که مطابق اراده مسیح رفتار کنند. در جز آنها ادوارد نورمن مدیر روزنامه اخبار عصر بوده است که تحول بزرگی در عالم روزنامه نگاری به وجود آورده است. و همچنین میلتون رایت یکی از بزرگترین بازرگانان رایمون و الکساندر پاورز که اقدام او در مورد تخلفات راه آهن از قوانین تجارت قوقای بزرگی در یک سال قبل به راه انداخت. و دوشیز پیچ یکی از ثروتمندان شهر رایموند که اخیرا کلیه ثروت خود را وقف آن روزنامه مسیحی و اصلاح نواحی فقیرنشین شهر کرده است و دوشیز وینسلو که شهرت او اکنون تمام کشور را فرا گرفته است ولی برای تبعیت از مسیح استعداد و هنر خود را وقف خدمت به زنانی که در بدبختی و تیر روزی گرفتار هستند نموده است علاوه بر این اشخاص مشهور عده بسیاری از اعضای کلیسای رایمون و سایر کلیساهای آن شهر به این نهضت پیوستند عده زیادی از اشخاصی که قول تبعیت از مسیح را دادهاند جز انجمنهای خیلیه هستند بعضی از جوانان میگویند که در انجمنهای خود سوگند یاد کردهاند که من به مسیح قول می دهم. هر کاری را که مسیح اراده کند انجام دهم. البته این عینا مطابق نظر مکزول نیست که گفته است پیروان مسیح باید کاری بکنند که اگر مسیح به جای آنها بود انجام میداد ولی نتیجه رعایت هر کدام از این عهد و پیمان ها یکی خواهد بود و مکزول تعجبی نمی کند که می بیند بسیاری از عضوهای انجمنهای خیریه به این نهضت پیوستند من مطمئن هستم که اولین سوالی که شما خواهید پرسید این خواهد بود که نتیجه این مبارزات چه بوده است؟ در این باره چه موفقیت هایی نصیب شده و چه تغییراتی در جامعه به وجود آمده است؟ چنان که لابد تا به حال از اخبار رایمون استمات کرده اید از وقایع این شهر اطلاعاتی حاصل نموده اید. ولی باید به این شهر بیایی تا به تغییراتی که در زندگی اشخاص پدید آمده است و خواسته در زندگی اعضای کلیسا پدیدار شده است پی ببرید. به اثرات طبعیت و پیروی از مسیح واقف می شوید. برای بیان تمام این تحولات لازم است که حکایت یا حکایات طویلی نوشته شود. البته این کار در اینجا از عهده من بر نمی آید ولی مختصری از بیاناتی را که از مکسول یا اشخاص دیگر در این باره شنیده هم برای شما نقل می کنم. که از عهد و پیمان اعضای کلیسای رایمون حاصل شده دارای دو جنبه بوده است. اولا روحیه ی همکاری فوقلادهی در میان اعضای کلیسا ایجاد شده که تا به حال نظیر نداشته است. و چنانکه که مکزول اظهار می دارد شبیه به روحیه است که در قرن اول مسیحیت در بین حواریون عیسی موجود بوده است. از طرف دیگر اعضای کلیسا به دو دسته تقسیم شدند. کسانی که قول پیروی از مسیح را نداده تصور می کنند. اشخاصی که دقیقا سعی می که از مسیح تقلید کنند دوچار حماقت بزرگی شدند. بعضی از آنها از عضویت کلیسا خارج شدند یا عضویت خود را به کلیسای دیگری منتقل ساختند. بعضی دیگر به مخالفت با مکسول پرداخته و سعی نمودند که او را وادار به استعفا کنند. من تصور نمی کنم که این دسته در کلیسای مکسول قدرت زیادی داشته باشند. از نیروی آنها به وسیله ادامه مبارزات روحانی جلوگیری شده است. این مبارزات از یک سال قبل شروع شده و به واسطه یه پیوستن اشخاص برجسته یه شهر به آن تقویت گردیده است. اثرات این نهضت نیز در خود مکزول تاثیرات بسیاری داشته است. من چهار سال قبل نطق او را در اتحادیه ایالتی شنیدم استعداد او از لحاظ فساحت و بلاغت و طرز بیان خیلی در نظر من جالب بود و گویا خود او نیز به این هنر خود واقف بود او وزهای خود را قبلا می نوشت و عبارات زیبایی در آن نقل می کرد و به طور کلی وضع او در نظر اغلب اعضای کلیسا بسیار خوشایند بود امروز صبح من برای اولین بار بعد از چهار سال مجددا وضع مکسول را شنیدم. گویی او شخص دیگری شده است و چنین به نظر می رسد که تحول بزرگی در او پدید آمده است. چنان که خود او اظهار می نماید این تحول به واسطه پیروی جدید او از مسیح پدیدار شده است. او مسلما بسیاری از عادات و روش های قدیم خود را تغییر داده است. رفتار او در مقابل میخانه ها تقریبا عکس رفتاری است که در یک سال قبل داشت و از لحاظ طرز فکر او نسبت به کلیسا و اعضای آن نیز تغییرات بزرگی در او مشاهده نمودند. تا اینجا که من فهمیدم عقیده ای که مبنای اقدامات کنونی او است عبارت از این است که مسیحیان باید تقلید کامل تری از مسیح بنمایند و مخصوصا از لحاظ فداکاری قدم های بردارند. او در ضمن صحبت با من چند مرتبه کلمات پتروس را نقل کرد که مسیح برای خاطر شما فداکاری کرد و نمونه ای برای شما بر جای گذاشت که از آن تقلید کنید. او عقیده مند است که چیزی که بیش از همه مورد احتیاج کنونی کلیسای ما است فداکاری بیشتری در راه مسیح است. من نمیدانم که نظر او کاملا صحیح است یا نه ولی حقیقت این است که اثرات شگفت انگیزی در این اقدامات او بر اساس این عقیده پدید آمده است. شاید بپرسید که در خود اشخاصی که چنین قولی داده و عهد و پیمانی نموده اند چه تغییراتی حاصل گردیده است این تغییرات چنان که گفتم مربوط به تاریخ زندگی شخصی افراد است و نمیتوان جزئیات آن را بیان نمود برای نمونه چند تا از این تغییرات را ذکر می کنم تا تصور نکنید که این نو پیروی از مسیح تنها جنبه عاطفی دارد و اثری از آن پدید نمی آید برای مثال می توان آقای پاورز را ذکر کرد که سرپرست کارگاه راه آهن بود وقتی او به ضد سو استفاده هایی که در اداره راه میشد اقدام کرد مجبوراً شغل خود را از دست داد و گذشته از آن چنان که از رفقای خود در اینجا شنیده ام به قدری زندگی اجتماعی و خانوادگی او دست خوش تغییر شد که دیگر افراد خانواده او در اجتماعات ظاهر نمی شون. آنها از محافل اجتماعی که یک وقت دارای معروفیت بودند بیرون رفتند. ضمنا من شنیدم که کمیته مربوط رسیدگی به این موضوع را به تعویق انداخته است و به زودی حساب اداره راه مورد تفتیش قرار می گیرد. رئیس اداره راه که طبق مدارک اعلام شده از طرف پاورز متخلف اصلی بوده است از شغل خود استعفا داده است و ضمنا از تغییرات دیگری هم که در این زمینه پیش آمده است میتوان پیش مینی کرد که به کار اداره راه رسیدگی خواهد شد و پاورز به شغل سابق خود یعنی متصدی تلگراف بازگشته است من دیروز او را در کلیسا ملاقات کردم از صحبت با او متوجه شدم که در افکار او نیز مانند خود مکزول تحولاتی پدید آمده است من فکر می کنم که او می توانست در کلیسای قرن اولیه که اعضای آن در همه چیز خود سهیم بودند موقعیت مناسبی داشته باشد یا برای مثال میتوان نورمن مدیر روزنامه اخبار عصر را ذکر کرد او تمام ثروت خود را برای تبعیت از مسیح در خطر انداخت و شیوه روزنامه خود را با وجود احتمال شکست در کار خود تغییر داد من یک نسخه از شماره دیروز این روزنامه را برای شما میفرستم خواهش مندم آن را مطالعه کنید. بقیده من این روزنامه یکی از بهترین روزنامه است که تا به حال در آمریکا چاپ گردیده. البته انتقادهایی می توان نسبت به آن به عمل آورد ولی کدام روزنامه است که در اثر مسایی یک نفر چاپ شود و هیچگاه مورد انتقاد قرار نگیرد. اگر به طور کلی به آن نگاه کنیم می بینیم که بهتر از آنچه از یک روزنامه ی یومی انتظار می رود تهیه شده است. چنان که او به من اظهار می نمود، روزنامه او کم کم خوانندگان زیادی در میان مسیحیان شهر پیدا می کند. او نسبت به موفقیت نهایی روزنامه خود اطمینان دارد. سرمقاله او را درباره امور مالی و نیز مقاله ای را که راجع به انتخابات آینده نوشته است و موضوع جواز میخانه ها را مورد نظر قرار داده مطالعه کنید. هر دو مقاله به بهترین طرزی نگاشته شده است. او میگوید که هیچ وقت به نوشتن مقاله و هر گونه کاری که مربوط به روزنامه باشد شروع نمی کند مگر آنکه اول از خود بپرسد اگر مسیح به جای من بود چه میکرد؟ البته نتیجه این موضوع واضح است. مثال دیگر تاجری به نام میلتون رایت است. او به طوری وضعیت کار و بنگاه خود را تغییر داده است که امروز هیچ کس در رایمون به اندازه او مورد محبت نیست. منشیان و کارمندان او به قدری دوستش دارند که مایه تعجب است. هنگام زمستان که او دچار کسالت سختی شده بود، عده زیادی از کارمندان او داوطلبانه برای مراقبت و پرستاری از او حاضر شدند و موقعی که او از بیماری نجات یافت و دوباره سر کار خود رفت جشن بزرگی برپا نمودند تمام اینها به واسطه این است که او محبت شخصی را در کار و کسب خود داخل نموده است این محبت تنها حرف نیست بلکه عملا کلیه امور بنگاه او بر پایه همکاری انجام می شود و همه کارمندان او خود را در کلیه امور صحیم می دانند. مردم در کوچه و خیابان به میلتون رایت با نظر تعجب نگاه می کنند. حقیقت این است که با وجودی که او در بعضی کارها خسارت دیده است، کارهای او توسعه پیدا کرده و امروز یکی از مهمترین و محترمترین تجار شهر رایموند به شمار می رود. همچنین می توان دوشیز وینسلو را برای مثال دیگری ذکر کرد. او قصد نموده است که استعداد و هنر خود را برای مردم بینوای شهر به کار ببرد. او در نظر دارد مدرسه ای برای تعلیم آواز و موسیقی به آن مردم دایر کند. او به خدماتی که در این راه انجام می دهد علاقه بسیار دارد و با همکاری دوست خود دوشیز پیچ آن مدرسه موسیقی را دایر خواهد کرد. در صورتی که این منظور عملی شود، خدمت بسیار مهمی برای بالا بردن روحیه جوانان ناحیه فقیرنشین شهر خواهد بود. من هنوز آنقدر پیر نشدم که به موضوعهای رمانتیک و عاشقانه ای که در ضمن این نهضت نیز پیش آمده است توجهی نکنم. چنانکه شایع است انتظار می رود که در بهار آینده دوشیز وینسلو با برادر دوشیز پیچ که سابقا جز دسته خوشگذران های شهر بود و بعد در خیمه ای که برای خدمت به اهالی ناحیه فقیرنشین دایر گردیده بود ایمان آورده است ازدواج کند. من جزئیات این حکایت عاشقانه را نمیدانم ولی تصور می کنم که داستان مفصلی دارد و اگر به همه جزئیات آن وارد بودیم برای ما بسیار جالب واقع می گردید. اینها نمونه هایی از اثرات پیروی مسیح در زندگی خصوصی اشخاص است که برای مثال ذکر کردم. من می بایست به رئیس دانشکده لینکن نیز چیزی بگویم. او از جمله فارغ و تحصیلان دانشکده است که من در آن تحصیل کردم. او در مبارزه برای اصلاح شهر اقدامات مهمی نموده است و نفوذ او در شهر عامل مؤثری در انتخابات آینده به شمار می رود. کارهایی که او برای رفع مشکلاتی که در این راه پیش آمده انجام داده است، مانند اقدامات سایر کسانی که قول پیروی از مسیح را اند بسیار در من اثر نمود و چنان که مکزول می گفت پی بردم که چه خوشحالی بزرگی در این گونه فداکاری وجود دارد.